بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم بچه ها، خوبی؟ تو پارت دوم حل تمرین کتاب منطق هستیم. قبلی خیلی طولانی داشت میشد، گفتیم یه تیکه بکنیم، تیکه جدید رو شروع کنیم. الان رفتیم سراغ درس ششم، تمرین اول درس ششم، صفحه 50 و فکر کنم 6 هستش. بله، خب بریم حل کنیم. بچه ها یه چیزی به تو بگم، این تمرین ها نشین طالت حفظی رو دست من بنویسید، یعنی تو امتحان باید بلد باشید. ما میگیم طرح 20، این با به شرط بلد بودن حل تمرین. تمرین خودت حل کن عزیز من، بعد بیا با من حلتو تطبیق بده تا یاد بگیری. خب بریم سراغ این. کدام یکی از جملات زیر در منطق قضیه نامیده میشوند؟ خب قضیه جمله خبریه دیگه، از جملات سوالی که زیر مجموعه انشایی میشن یا امری، هرچی انشایی ها قضیه نیستن. که گفتت برو دست رستم ببند؟ کی بهت گفت بری دست رستم ببندی؟ جمله سوالی انشاییه، پس اصلا قضیه نیست. از فردوسی نبندد مرا دست چرخ بلند دومی، بخشش خبریه که اینجا الان حذف شده. دل و معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. جمله امری، دل، ای دل، ای دوست، ای دل، اصطلاح میگن چنان زندگی کن که اگر پات هم لغزد. یه موقعی آدم یه موقعی گن میزنه وسط زندگیش، همیشه که بر مدار درست نیست، ولی کلیت زندگی دقیقا درست باشه که یه موقع هم پات لغزید، فرشته دو دست دعاشو بلند کنه، دعات کنه، خدا تو رو حفظت کنه. یعنی بالاخره فرشته ها خدا این آدم خوبیه، مدار سالمی، حالا یه دفعه یه گندی بالا آورد. اینو داره میگه. پس اینم جمله امری انشایی، قضیه است، قضیه نیست، قضیه نیست. خب اگر ماشین رو بیمه کنی انگام تصادف خیال تاسو دست داری، این کارو بکنی که ببین خبر داریم، اگه این کارو بکنی اونجوری میشه، اگه اینجوری اونجوری. خبری و قضیه، هر چیز به جای خیش نیکوست، اینم یه خبر داره میده دیگه، پس خبریه و قضیه. در زبان فارسی چه کلمات دیگری معادل صادق و کاذب به کار میبریم؟ صادق، درست، راست، صحیح و اینجور چیزا. کاذب، دروغ، غلط، ناصحیح، ناراست و مثل اینها. خیلی خوب، این هم گفتیم خدمتتون، میریم سراغ تمرین بعدی. ببینید اینجا از ما خواسته تبدیل انجام بدیم، اینو براتون گفتیم دیگه، اس بود شد گشت گردید باید باشه فعل ربطیمون و رابطه و نسبتمون تو قضیه تا بتونیم محمول رو به درستی در بیاریم. هر جا غیر اس بود شد گشت گردیده باید تبدیل کنیم. موضوع محمول و رابطه قضایای زیر را مشخص کنید. سیل قمت خانه دل را ببرد. سیل قمت، خب موضوع دیگه، اضافه تشبیه هم هست که قمشو به سیل تشبیه کرده، خانه دلشو برده. ببینید یه فرمول داره برای این تبدیلا. محتوای فعل رابطمون اگه غیر اصل بود شد گشت گردید بود و تبدیل کنیم مثلا حالت اسم فاعل، اسم مفعول بیاری در درون محمول با حفظ زمان فعل، شخص فعل و اینجور چیزای فعل. الان ببرد، بردن که اسم شد گشت گردید نیست، باید بگی سیل قمت لایتچسبک میشه، نمیچسبه، ولی باید بگی دیگه برنده خانه دل است. برنده نه به معنای پیروز، چیزی که داره میبره. من الان برنده اینم، اسم فاعل فارسی ساختیم از بردن، برنده ماژیکم دارم میبرمش، برنده نه وینر پیروز. خب برنده خانه دل سیل قمت، سیل قمت میشه چی؟ موضوع. بچه این اصلا سوال کنکوری میتونه باشه، ما تست های تو این زمینه داریم، حالا مفصل در جای خودش بهتون میگیم. برنده خانه دل محمول، خب فعلش چی بذاریم؟ اسب بود شد گشتید. ببین به برد ماضیه، سیل قمت برنده خانه دل بود، باید ماضی بذاری که این بودم میشه چی؟ رابطه یا نسبت. این سوال اصلا کلا این موضوع سوال خیلی مهمه برای تو کنکور، شاید از خود درس مهمتر باشه. خب او تکالیفش را تحویل داد. دادم از بود شد گشت گردید نیست، باید بید محتواش رو
داخل محمول، او تحویل دهنده تکالیفش بود. میشه موضوع دیگه نمی نویسم. تحویل دهنده تکالیفش محمول بدانید بودم که رابطه هست و یا نسبت. ببین باز چون داد ماضیه باید این بشه بود، متوجه شدید؟ دانش آموزان مریض شدن، خب اصل بود شد گشت کرده تست که شدن دیگه، پس دانش آموزان میشه موضوع، مریض میشه محمول، شدندم میشه رابطه یا نسبت. باز هستن کتاب ارزشمنده، هستن همون معنی است میده در واقع، معنی است دقیق نمیده ولی همون هیته رو در بر میگیره، نمیخواد تبدیل کنید. کتاب ها موضوع، ارزشمند محمول، هستندم رابطه، اینطوری بعد اینجوری مشخص کنید. اونجایی که اسبوت شد گشت کردید بود که فبها نبود تبدیلش میکنیم ولو لایت چسبک باشه. خب قضایای موجب و سالبه یا سالب و موجب رو مشخص کنید. این فعلش خب فعل ایجابیه دیگه، است موجبه، تمرین شد اینم خدا وکیلی. این نیست سالبه، ناتوان است ایجابی موجبه، یه چیزی هست یه چیزی نیست میشه سالبه. خیلی خوب این تمرینم حل شد، با سلام. صفحه 60 تمرین داریم، بله صفحه 60. خب اقسام غذای حملی زیر را تعیین کنید. اینجا حملی بودنش تابلو اصطلاحاً و شما فقط اقسامشو باید تعیین کنید. خب سیمرغ 6 حرف نداره. ببین طبق قرارداد کتاب عزیزم داره، من کلمه داخل گیومه به معنای این کلمه است و خود اون کلمه، مثلا این کلمه میگیم بس میشه چی؟ مفهوم جزئی دیگه، این داره اولش دیگه. پس موضوع ما یه مفهوم جزئی وقتی باشه قضیه‌مون میشه شخصیه. خب شخصیه و فعلاً منفی سالبه است، شخصیه سالبه است دیگه، از ما موضوع محمول رابطه رو نخواسته ولی میتونستیم تعیین کنیم. خب بعدی، هر کشوری به نیروهای دفاعی نیاز دارد. دقت کنید بچه ها، چون موضوع محمول رو از ما نخواسته تعیینش رو، تبدیلم نمی کنیم، نیازی نیست. ولی وقتی ببینیم که ببین موضوع کشور مفهوم کلیه، پس قضیه ما حملی ما محصور است. سورم که هره، یعنی چیه قضیهمون چیه؟ کلی است و چون دارد داره فعل ایجابی، محصول است موجب است، گفتیم هرم داره کلیه، محصول موجبه کلیه، باید نوشو تشخیص بده دیگه. هیچ چیز بی تغییر نیست، چیز موضوع ماست، مفهوم کلیه، پس محصول است قضیهمون، شخصیه نیست. سالبه است، تابلو دیگه، محصوره سالبه. و چه سالبه ای؟ هیچ، سوره کلی هیچ آورده، سالبه کلیه. خب بعضی از مردمان بزرگ خلاق نبودند. ببین بعضی از مردمان بزرگ، بچه ها ببینید، بعضی از هم سوره، بعضی با بعضی از فرق نمی کنه، اینا سوره همش. مردمان بزرگ موضوع ماست که یک مفهومه کلیه. خب مفهوم کلی باشه قضیهمون چیه؟ محصور است، موجبه نیست، سالبه است، سالبه. بعضی اومده جزئیه. خب سقراط در دادگاه محکوم شد. ببین موضوع ما یه مفهوم جزئیه، اسم خاص سقراط، پس قضیهمون شخصیه است. خب چه محکوم شد؟ فعل ایجابی، شخصی موجبه. یکی، بعضی معلمان شاعرن. ببین شاعرن یعنی شاعر، هستند.
خب موجب است. معلمان هم که موضوع ماست، مفهوم کلیه، میشه محصوره. خب موجب هم که گفتیم هست، بعضی هم که اومده جزئیه است. این هم از این. بسیار خب، میریم سراغ تمرین بعدی که در واقع فعالیت تکمیلیه. باز از ما خواسته که چیکار کنیم عزیزان؟ از ما خواسته کدوم قضیه رو مشخص کنیم، کدام یکی از جوانتیز در منطق قضیه است. خب خبری ها قضیه است دیگه. الف، تو را دانش و دین رهانت درست، دین و دانش تو رو به درستی رها میکنه. خب خبریه و این یک قضیه است. دو، ب، برو کار میکن مگو چیز کار. ببین برو فعل امر، مگو فعل نهیه، پس انشایی و قضیه نیست. جیم، دانش اندر دل چراغ روشن است. دانش تو دل چراغ روشن، خبر داره میده، پس قضیه هست. دال، ای خردمند عاقل و دانا. اولا ندا داره، منادا خودش یه ندا، یه جمله انشاییه. و ثانیا قصه موش و گربه برخانا، یعنی برخان، بخون دوباره برخان، یعنی اینم داره امر میکنه. اول موش و گربه و به دزاکانیه، پس اینم انشاییه. خب بریم سوال بعدی. دو، از میان موارد زیر قضایای حملی و شرطی را مشخص کنید. خب حملی بدون هیچ شرطی خبر داره میده. شرطی، خب شرط میاد، حالت ما شرطی کامل درس دادیم، یه شرطی میاد، جواب شرط میاد، یا به حال اجزایش به هم یا به نحو پیوستگی یا گسستگی مرتبطن. الف، هر جسمی دارای مکان است. خب جمله حملی هم از خبری یه چیزی به چیزی حمل کرده، این حملیه دیگه، تابلوه، یه چی یه چی هست. اما به اگر چک و امضا نکنه اعتبار نخواهد داشت. اگر، آنگاه، یک قضیه شرطی متصل که حالا ما تو درس مفصل درسشو گفتیم دیگه. قضیه بس شرطیه. سال 3، اقسام قضایای حملی زیر و موضوع محور رابطش رو تعیین کنید. هم نوعش رو خواسته، هم اجزاش رو باید تعیین کنیم. این سوال جالبیه، توجه کنید. خب بعضی درخت ها همیشه سبز هستن. درخت ها میشه موضوع دیگه، بعضی سورشه. خب وقتی سور داره و موضوعش هم یه مفهوم کلیه، این یه قضیه چیه بچه ها؟ محصور است، حملی محصور است. اصلا خب حملی که معلومه، گفته محصور است. خب این رابطه‌ش هستند، موجب است دیگه، پس محصوره چیه؟ موجبه. چه جور موجبه؟ یه سور بعضی اومده، این سورشه، پس موجبه جزئیه است. تمام شد. همیشه سبزم محمولشون رو حمل کرده بر موضوع دیگه، اسناد داده بهش. بنابراین اینجوری تعیین میکنید عزیزان، اینجوری بگید تمام حرفه که تو سوال ازتون خواسته رو گفتید و همین صورتی گفتم باید حل کنید. خب ب، بینالود بزرگترین کوه خراسان است. یعنی بینالود موضوع ماست، نهاد دیگه، استم که رابطه مونه. خب موضوع ما یک اسم خاص مفهوم جزئی میشه، قضیه‌مون چی؟ شخصیه. خب و چون رابطه‌مون ایجابیه، شخصیه موجبه هم هست. و بزرگترین کوه خراسان که اون رو بر بینالود حمل کرده محمول ماست. بسیار خب، با یه رنگ دیگه می نویستم که قاطی نکنیم. سیمرغ بی‌معنا نیست. باز گفتیم کلمات داخل گیومه طبق قرارداد کتاب به معنی این کلمه است و مفهوم جزئی میشه دیگه. و بنابراین اینجا می نویستم قضیه که اینم موضوع مونه دیگه، یه چیزی نهاد بهش حمل کردن چیزی رو. خب موضوع ما وقتی مفهوم جزئی، قضیه ما میشه چی؟ شخصیه. و چون اینجا رابطه‌مون اینه دیگه، رابطه‌مون یک رابطه سلبی، شخصیه سالبه میشه. بی‌معنام که هم شده بر موضوع محمول ماست. بسیار
دال همه دشمنان نابود شدند. ببینید همه اینجا همون نقش هر رو گرفته، سور کلیه دیگه. دشمنان موضوع ماست و مفهوم کلیه، بنابراین این قضیه همون محصوره است. خیلی خوب، محصوره چه محصوره؟ این نابود شد شدند. اینجا رابطه ما ایجابیه دیگه، یه چیزی مصبرم مثبت هم کرده، میشه چی؟ محصوره موجبه. و چون سوره اینجا سوره ماست، سوره همه یا همون هر رو داره، کلیه هم میشه محصوره موجبه کلیه. نابود هم که حمل کرده بر موضوع دشمنان میشه محمول ما. بسیار خوب، بریم سراغ بعدی. بعضی فرش ها دست بافت نیستن. خب موضوع ما فرشه، خب فرش مفهوم کلیه، پس قضیه هه حتما یه قضیه محصور است و نه شخصیه. خب نیستند آورده، یعنی سالب است رابطه ما، درست شد؟ پس یک محصوره سالب است. و چون سور جزئی بعضی آورده، یک سالبه جزئی است. دست باف رو هم، دست بافت یا دست باف رو بر موضوع حمل کرده، محمول ماست. ببینید اینا همهشون تا اینجایی که دیدیم اسبود شد گشت گردیده، البته نیست نبود نشد نگشت نگردیدم همونه دیگه، بذار نقضشه. خب واو را حل میکنیم. هیچ کس به کلاس نیامد. ببین آمد یا نیامد جز اسبود شد گشت گردید نیست. چیکار کنیم؟ باید تبدیلش کنیم اول. خب هیچ کس نیامد، بعد بیا در درون کلاس، بعد بگی هیچ کس آمده به کلاس نیامد، فعل ماضی، بعد بگید نبود. خب هیچ کس آمده به کلاس نبود، حالا اینو بعد روش عملیات انجام بدیم دیگه. خب ببینید موضوع ما کس، فرد، ایناست دیگه، یه مفهوم کلیه دیگه، قضیه همون پس میشه محصوره. بسیار خوب، نبود قبل بود نبود، اونه اصل بود شد گشت کرده، نیست نبود نشد نگشت، اینا میشه دیگه. خب نبود میشه سالبه، محصوره سالبه، چون سوره کلی مثل این رابطه همونه، این موضوع همونه، این هم سورمونه که سور کلیه و سالبه کلیه میشه. و آمده به کلاس اینجا می نویسم محمول ماست. به همین ترتیب این حل شد. خب تمرین چهارم یه مقدار مفصله، من باید تخته رو پاک کنم. عزیزان پس یادداشتتون کردید، حالا میتونید فیلم رو برگردونید، من تخته رو باید پاک کنم. خب و باید به حالت خیلی خوب میگه با مراجعه به درس سوم، اون بحث مفهوم مصداق نسبت‌های چهارگانه، مشخص کنید برای هر یک از نسبت های چهارگانه چه غذای محصوره صادقی میتوانه باشه. حالا ببینیم چی میشه. ببینید ما نسبت تساوی رو داشتیم، درست شد؟ در نسبت تساوی مثلا دو مفهوم الف و
به او داشتیم که در واقع به لازم مصادیق یکی بودن دیگه، همه مصادیقشون با هم مشترک بود. خب از روی اینا چه محصوره صادق اصلا یعنی چی؟ آقا غیر از اینیه که هر الفی به هر چیزی که الفه به، چرا دیگه غیر این نیست؟ غیر اینه که هر چیزی که به الفه، چرا همونه؟ نه همه صادقه. اینجا الف موضوع، اینجا به موضوع. خب دیگه چی ها میشه گفت؟ آقا وقتی الف اینو، این حرف من رو زمانی فهمید که درس هفتم بحث تداخل رو بخونید، که حتما تا الان خوندید، نخوندید مراجعه کنید دیگه. غیر اینه که وقتی هر الفی به باشه همه الفا به باشن، درسته به نحو تداخل هم که داریم میگیم در درس هفتم بعضی الفا هم به ان، آره درست. این درسته کاملا طبق تداخل، برید مراجعه کنید. وقتی هر به الف باشه درسته بعضی به عام الف باشن، آره این هم از این. بچه ها این مثلا در زمینه تساوی چهار تا قضیه صادق محصوره میشه گفت. این درست؟ اینو گفتیم، بریم بعدی رو بگیم. خب نسبت بعدی تباینه. ما یه دو تا مفهوم داریم، میگم یه دو تا، نه دو تا مفهوم داریم، مثلا مفهوم الف مفهوم ب، این دو تا با هم هیچ مصداق مشترکی ندارن. خب میتونیم بگیم هیچ الف ب نیست، درست، کاملا درست. میتونیم بگیم هیچ به یم الف نیست، کاملا میتونیم بگیم. دیگه چیز دیگه هم میتونیم بگیم، آره من ما طبق تداخل نمیگیم یه سال، این بحث درس هفتم بازارم میگم، سال به کلی صادق باشه جزئی ذیلش هم صادقه. میتونیم بگیم الف هیچ کدومش که به نیست، بعضیشون هم به نیست، بله بعضی الف به نیست. این تمرین شاخک های کنکورتون رو تیز میکنه، حواستون باشه. وقتی هیچ به الف نباشه میتونیم بگیم بعضی به الف نیست، بله میتونیم بگیم، این هم میتونیم بگیم. این هم پس از بحث تباین. خب میریم سراغ عموم خصوص مطلق. اون خصوص مطلق چجوری بود؟ مثلا دوتا مفهوم هن دیگه، یکی در درون دیگری. اون خصوص مطلق ما به دو نحو میتونیم ترک کنیم، مثلا مفهوم الف و مفهوم ب دو حالت میتونن داشته باشن. حالت اول مفهوم الف عام‌تره، مفهوم ب خاص‌تره. مثلا اینجوری مینویسن به قول ریاضیاتی ها الف با ب اون خصوص مطلق داره، منفی که ب در درون مصادیقش در درون الف همش، ولی الفی مقدار بیرون تر. خب اینجوری ببین، آقا میتونیم بگیم هر به الف هست، بله میتونیم بگیم هر چی به الف هم هست. وقتی هر به الف باشه بعضی به هم الف دیگه، درست دیگه. این درسته. آیا میتونیم بگیم هر الف به است؟ نه دیگه، اینجا فقط میتونیم بگیم بعضی الف به است. خب ولی میتونیم حتما بگیم بعضی الف ها به نیستن، الف هایی که بیرون نداری برن. میتونیم بگیم پس بعضی الف به نیست، کاملا هم درسته. این حالت اول اون خصوص مطلق، زمانی که الف عام‌تره. برعکسش کنیم ب عام‌تر باشه،
اینجا ما تبدیل کنیم دیگه. خب آیا میتونیم بگیم هر پس پس اینو باید پاکش کنم کامل، بذار اینو دوباره بنویسم. پس باید بگیم خب هر الف به است، درست میتونیم بگیم هر الف به است. واقعا باران بهاری و رعد و برق باران بهاریه. بانگ او چون بانگ اسرافیل شد، مرده را از این زندگی تحویل شد. یا چو بانگ رعد هنگام بهار، باغ مییابد از او چندین نگار. این بانگ رعد یه در به ترس میندازه، یه در به امید، انشالله که برای ما باعث امید و فراوانی و پرروزی بودن باشه. خب بریم ادامه تمرین. خب هر الف به است، درسته. بعضی الف هم به است، درسته. این تداخل رو یاد بگیرید، اینو خوب یاد گرفتید. اما به چی؟ هر به الف نیست، بعضی به الف هست، همون الف ها دیگه. بعضی به الف است، درست. و بعضی به الف نیست، اینا که این بیرون الف هست. این هم خصوص مطلق جنبه های مختلفش. میریم سراغ عموم خصوص منوج. خب عموم خصوص منوج این شکلی بود دیگه، دو تا دایره متقاطع، این باز این الف و با که به هم درگیرن. خب عموم خصوص منوج تابلو دیگه، بعضی الف به است، بعضیش، نه همش، اونجایش که مشترکه. و بعضی الف به نیست، اینجا اینجا رو میگم ها. اینا بعضی ال... این بعضی الف های ببین اینجا، بذار با این رنگ دیگه نشون بدم، این هایلایت اون بعضی الف هایی که به و این زب در هایی که اینجا دارم میزنم اون بعضی الف هایی که به نیست. خب اینجا حالا با یه رنگ دیگه نشون میدم، اینجا که با قرمز. خب اینا بعضی به الف از تابلو، حالا با یه رنگ دیگه این همون بعضی به هایی که الف نیست. اینم به این صورت. عزیزان اصلا امتحانات یه لحظه رها کن، این مباحث خیلی مهمه ها، حواست رو جمع کن مثلا برای کنکور. خب ببینیم چی چیگه مونده دیگه، هیچی نموند. درس 6 تمریناش تموم شد، بریم سراغ درس 7 احکام قضایا. خب این تمرین صفحه 63، ببینید گفته صدق و کذب روابط زیر رو مشخص کنید. کامل صفحه رو باز کنیم دیگه، دایره نمیخوایم. هر الف به است، بعضی الف به نیست. نگاه کن، موضوع محمول ثابت، هم صدای بارون میاد، دادم حالی به حالی میشه باران بهاری، هم سوره عوض شده هم رابطه عوض شده. این نسبت تناقضه، اینا با هم رابطه تناقض دارن. هر وری صادق بود یکی کاذبه، هر وری کاذب بود یکی صادقه، تمام. خب این بس صادقه، این کاذبه، این کاذبه، این صادقه. ببین اصلا دیگه انقدر سریع نمیرسه، ماجیک و تقدیر رو یاری نمیکنه، فقط تعیین کن چه رابطه یک دیگه، تمام. صادق این کاذب، این کاذب این صادق. باز اینجا رو ببین، موضوع محمول یکسان، سور عوض شده، رابطه هم عوض شده، تناقض تمام. بریم صادق کاذب، کاذب صادق، صادق کاذب. بعد مراجعه کنید به درس مربوطه، درس دادم کاملا. کاذب صادق، اینجوری ما به رقص در میایم، به خاطر اینکه کارو باید یاد بگیری تمامه.
خب این از تناقض. دیگه چی داری برامون؟ تضاد. ببین اصلا من کار ندارم اینجا عنوانش تضاده یا نه، هر الف بس هیچ الف بده، اولا دوتا قضیه کلیه است، هر و هیچ اومده، فقط رابطه عوض شده، هر و هیچ با هم دیگه یکسان هم عرضه، فقط رابطه عوض شده، بین دوتا کلیه هم هست، تمام، سور سر جای خودش، هر و هیچ یکسانه، هر برای موجبه، هیچ برای سالبه. این رابطه تضاد شد یا نه؟ تضاد فقط از صادق بودن اینکه به کاذب بودن دیگه میرسه، ولا غیر. این صادق باشه این قطعا کاذبه، اما این کاذب باشه این نامعلوم، معلوم نیست این چیکار است، چون میشه جفتشون کاذب باشن، این صادق باشه این کاذبه، این کاذب باشه این یکی نامعلوم، نمیدونیم چیکار است. جاده یه طرف است، فقط تناقض بود که جاده دو طرفه بود. میریم سراغ تداخل، پنبه اینم بزنیم. صدق و کذب روابط زیرا مشخص کنید. باز من کار ندارم تیتر چی نوشته، هر چی میخواد نوشته باشه. هر الف بس بعضی الف بس. ببین رابطه یکسانه، موضوع معمولم که یکسانه، هر شده بعضی، بعضی شده هر، رابطه یکسان، سور عوض بشه، این تداخله، کلیه. صادق باشه جزئیه، زیلش صادقه. جزئیه کاذب باشه، کلیه رو زیرا بشه میزنه، اونم کاذب میشه. بنابراین این صادق، کلیه، جزئیه هم صادق. این کاذب باشه نامعلوم، کلیه اگه کاذب باشه جزئیه نامعلومه، نمیدونیم چیکار است. جزئیه صادق باشه باز کلیه نامعلومه، من باز نمیدونیم چیکار است. فقط در حالتی که جزئیه کاذبه، کذبه، کلیه در میاد، کاذب بودنش اثبات میشه. این یکی رو نگاه کن، هیچ الف بنیست، بعضی الف بنیست. ببین رابطه یکسان سالب است، هیچ شده بعضی، بعضی شده هیچ، پس این یک تداخله. باز کلیه صادق باشه جزئیه زیلش صادقه، کلیه کاذب باشه صدق و کذبه، جزئیه نامعلومه. جزئیه صادق باشه با صدق و کذب کلیه نامعلومه. جزئیه کاذب باشه کلیه رو میزنه زیرا باشه میزنه کاذبش میکنه. اینم از این. اما تداخل تحت تضاد ما درس ندادیم، تمرینش هم حل نمی کنیم، میخوام ببینم کدوم معلمیه که ناشی بازی در میره، از این میخواد سوال بدیم، نباید سوال بدن، منم درس ندادم بهتون بچه‌ها، شما هم الان یاد نگیرید. در اون مبحث کنکوری که درس دادیم، البته درسش میدیم، ولی اونجا تو کنکور هم آخه نباید بیاد، این آبی ستاره داره تو کنکور هم نباید بیاد، آخه بدبختیه، یه در این زوم کردن، کلید کردن. اما عکس مستوی، موضوع جای محمول، محمول جای موضوع. تمرین عکس مستوی غذای زیر را بنویسید. آقا موضوع محمول جاشون عوض میشه، هیچ مسلمانی کافر نیست، سالبه کلیه، عکسش هم باید بشه سالبه کلیه، هیچ نیست. چی جای موضوع محمول عوض میشه؟ هیچ کافری مسلمان نیست. ایرانی وطن دوست از جای موضوع معمول عوض میشه. خب موجب کلی باید بشه موجب جزئیه. بعضی وطن دوست یا وطن دوست ها ایرانی هستند. این نگران نمیشید اصل شده هستند و اینا، به ضرورت زبان فارسی بعضی میایم معمولا یا ها میدیم بعدم فعل و جمع میبندیم. خب بعضی حیوانات گربه نیستن، یه سالبه جزئی است. آقا سالبه جزئی عکس لازم و صدق ندارد، برو میکارد، برو خونتون. بعضی سنگ ها آهکی هستن، یه موجب جزئیه، به موجب جزئیه باید عکس بشه. بعضی هستند باید بشه، آهکی میاد سنگ میره اینجا، بعضی آهکی ها سنگ هستند، همین. این هم از این. بریم سراغ فعالیت تکمیلی. یک، فرق قواعد مربع تقابل عکس مستوی از نظر جایگاه موضوع معمول قضیه در چیست؟ میگم آقا مربع تقابل موضوع محمول جایگاهش ثابته، بخوای یادداشت کن. موضوع محمول جایگاه موضوع در مربع تقابل جایگاه موضوع محمول ثابته، سور عوض میشه یا رابطه یا هر دو، گفتیم دیگه تو این درس. ولی در عکس مستوی جای موضوع محمول عوض میشه، همین.
از نظر جایگاه موضوع محول گفتیم. اما تمرین دو در فرض صادق بودن قضیه نخست اینا رو داره میگه. خب صدق و کذب قضیه دوم رو مشخص کنید، نام رابطه میان اونها رو بیان کنید. اینا ببین هر کدومشون سطر به سطر با هم دیگه رابطه دارن. خب همه کارمندان مالیات میپردازن، بعضی کارمندان مالیات نمیپردازن. ببین کارمندان مثلا حالا بخوای خیلی مطلب خشخاش بزنیم، میگیم پردازنده یا پرداخت کننده مالیات هستن، میگه پرداخت کننده مالیات نیستن، ولی اونش مهم نیستش. همه ببین موضوع معمول ثابته، فقط هم رابطه عوض شده هم سود عوض شده. هر دو هم عوض شده باشن رابطه چیه؟ تناقض دیگه. خوب در فرض صادق بودن هر یک از متناقضا، این دومیش اون یکیش متناقض، نقیضش کاذبه دیگه. اینم گفتیم. ب بعضی فیزیکدانان اقتصاددان نیستن، همه فیزیکدانان اقتصاددان هستن. به این موضوع معمول ثابته، هم سوره از شده هم رابطه، اینم باز تناقضه رابطه شون. و در صورت صادق بودن بعضی فیزیکدانان اقتصاددان نیستن، همه فیزیکدانان اقتصاددان هستن، میشه کازه. خب با یه رنگ دیگه میرسم، قاطی نکنید اینا رو. جیم هیچ مسافری در راه نیست، همه مسافران در راه هستن. خب هست و نیست، این فقط رابطه عوض شده، اما سور یکسان بین دوتا کلیه هم هستش دیگه. پس این رابطه تضاد هست و در صورت صادق بودن یکی از دو متضاد، اون دیگری قطعا کاذبه. دال هیچ مسافری در راه نیست، بعضی مسافران در راه نیستن. ببین رابطمون هر دو یکسانه، فقط سور عوض شده، موضوع معمولم که ثابته. پس این رابطه چیه؟ تداخله. خیلی خوب، کلیه‌مون که هیچ مسافری در راه نیست اگه صادق باشه، جزئیه ذیلش هم چیه؟ صادقه. خب بریم با یه رنگ دیگه اینجا بنویسم. هر نهنگی آبزی است، بعضی آبزی ها نهنگ هستند. ببینید بچه ها جای موضوع محمول عوض شده، پس این یه عکس مستوی ازش ساختن. در عکس مستوی فقط باید قاعده عکس مستوی رعایت بشه. وقتی رعایت بشه، اگر اصل صادق باشه عکس هم صادقه. هر نهنگ آبزی است موجب کلیه، به موجب جزئی عکس شده، درسته. بنابراین قضیه دوممونم اگر قضیه عوض صادق باشه صادقه. واو هم جز بخشای آبی ستاره داره، همون تداخل تحت تضاد که بررسیش نمی کنیم اینجا. میریم سراغ تمرین سوم. الف، من یه ذره اینو بزرگترش میکنم بچه ها. با توجه به رابطه میان ستون اول اینو میگه، با ستون‌های دیگر جدول زیر در صورت صادق بودن قضای ستون نخست که مشخصش کردیم، در مورد صدق و کذب سایر قضایا چه میتوان گفت؟ اولا رابطه رو مشخص میکنیم و صدق و کذب رو میگیم. خب هر الف بس با خودش که هیچ رابطه‌ای نداره، هاشور زده غیر فعالش کرده. بعضی الف بس با هر الف بس، نیا کن رابطه همون برقراره، فقط سور عوض شده، رابطه تداخله. خب جزئیه میگه صادق از صدق جزئیه، ما صدق کلیه در نمیاد، پس چی؟ یکی هم میگیم نامعلوم صدق و کذبش. هیچ الف به نیست، هر الف به است. ببین رابطه عوض شده ولی سورمون هر دو کلیه است، پس این رابطه تضاد بینشون و در صورت صادق بودن یکی از دو متضاد، اون دیگری کاذبه. بعضی الف به نیست، هر الف بس، هم سور عوض شده هم رابطه.
خب بینشون رابطه تناقض هست و در صورت صادق بودن یکی دیگری قطعا کاذبه. بعضی الف بس با هر الف بس، ببین فقط هر و بعضیش عوض شده، این رابطه تداخله و در صورت صادق بودن قضیه کلیه جزئیه ذیلش هم صادق است. هیچ الف به نیست با بعضی الف به است، ببین هم سور عوض شده هم رابطه، رابطه تناقض بینشون برقراره و در صورت صادق بودن یکی از دو نقیض اون دیگری قطعا کاذبه. بخش آبی ستاره دارم تداخل تحت تضاد بررسیش نمی کنیم. خب هر الف به است با هیچ الف به نیست، ببین فقط رابطه عوض شده، بینشون نسبت تناقض تضاد برقراره، در صورت صادق بودن یکی اون دیگری قطعا کاذبه. بعضی الف به است با هیچ الف به نیست، هم سور عوض شده هم رابطه، پس بینشون تناقض برقراره و در صورت صادق بودن این یکی دیگری قطعا کاذبه. هیچ الف به نیست با بعضی الف به نیست، فقط سور عوض شده، رابطه سر جای خودش، پس بینشون رابطه تداخل هست و از صدق جزئیه به صدق کلیه نمیرسیم یا کذبش، بنابراین نامعلومه این وضعیتش. بعضی الف به نیست با هر الف به است، باز دوباره هم سور عوض شده هم رابطه، پس بینشون تناقض هست و در صورت صادق بودن یکی دیگری قطعا کاذبه. بعضی الف به نیست با بعضی الف به است، تداخل تحت تضاد بررسیش نمی کنیم دیگه. بعضی الف به نیست با هیچ الف به نیست، ببینید اخوان این کلیه اینه دیگه، در واقع تداخل دیگه، فقط سورشون عوض شده و در صورت صدق قضیه کلیه جزئیه ذیلش هم قطعا صادق. این تمرین رو حل کردیم. در تمرین بعدی میگه یه همچی جدولی رو رسم کنید و این بار اون به اصطلاح جدول رو به صورت این در بیارید که ستون اول کاذب باشه. بچه الان دیگه یاد گرفتید، خواهش که دارم این که بر طبق همین حل بکنید تا دستتون را بیفته و اینم به همین ترتیب. خب مشخص کنید در هر یک از روابط مربع تقابل و نیز در رابطه عکس مستوی کمیت و کیفیت دو قضیه ثابت میماند یا تغییر میکند. خب اینو ما تو دل درس گفتیم دیگه، در رابطه تناقض هم کمیت عوض میشه هم کیفیت، در رابطه تضاد فقط کیفیت عوض میشه، در تداخل فقط کمیت عوض میشه. تداخل تحت تضادن که صحبت نمی کنیم، در عکس مستوی کیفیت کمیت یه جاهای ثابته یه جاهای عوض میشه، مثل موجبه جزئیه، موجبه کلیه که میشه موجبه جزئیه، سالبه جزئیه هم که عکس نداره، عکس لازم است، اما سالبه کلیه همون سالبه کلیه، هم کمیت ثابت مونه هم کیفیت، موجبه جزئیه هم کمیت ثابت مونه هم کیفیت تو عکس مستوی، این که تو دل درس هستش. پنج، کدام یکی از روابط مربع تقابل عکس مستوی از نظر صدق و کذب یک طرفه و کدام یک دو طرفه؟ ببینید فقط تناقض دو طرفه است، بقیه یک طرفن، تضاد یک طرفه است، فقط صادق بودن یکیش کاذب بودن دیگری ثابت میکنه، باز در تداخل در کلیه ها از صادق بودن کلیه به صادق بودن جزئیه میرسیم، در کاذب بودنش از کاذب بودن جزئیه به صادق کاذب بودن کلیه میرسیم، یه همچی چیزایی داریم دیگه، فقط تناقض دو طرف است. عکس مستوی فقط از صدق به صدق میرسیم، اگه قاعده درست رعایت کنی اصل صادق باشه عکس صادق میشه، یه همچی چیزی دیگه، چیز عجیبی نیست. اما جدول زیر را کامل کنید، باز همون خواسته چیزی بسازیم از روش، متناقض هر الف به است، ببین یا که هرشو بکن بعضی، استشو بکن نیست، الفو به هم سر جای خودش، بعضی الف به نیست، متضادش فقط استشو بکن نیست، هرم خود به خود به خاطر اینکه موجبه هست سالبه میشه، میشه باید هیچ بذاری، هیچ الف به نیست، متداخلش
رو درست کن. هر الف بس باید از دلش یه موجب کلی از یه موجب جزئی در بیاری. بعضی است، بعضی الف است. متداقه تحت تزدین هم نداره چون تو جزئیات اصلا. عکس مستویش هم موضوع جای معمول، معمول جای موضوع. به الف چون موجب کلی است باید بشه موجب جزئی. بعضی به الف است. خب بعضی الف از متناقضش هم سو رو عوض کن، هم رابطه رو. رابطه است میشه نیست. بعضی باید بشه کلیه چون جزئیه بود، باید بشه کلیه چون نیست اومده، باید بشه هیچ. هیچ الف به نیست. متداخل بعضی الف به است، خب باید از روش کلیهش رو بسازی چون یک قضیه موجب است. بعد هر بیاد هر الف به است. موت داخل تحت تزدیش اصلا واردش نمیشیم، تو کتاب توضیح داده ولی جزء موارد اختیاریه، نباید سوال بدن. اینو دارم تاکید میکنم که سوال ازتون نگیرن، برید اعتراض کنید اگه میگن. ما مرض داریم آقا بچه های مردم جون معلم بندازیم، خدا رحم کنه. بعضی الف به است عکس مستقیم موجب جزئیه میشه موجب جزئیه، فقط جای به و الف موضوع معمول عوض میشه. بعضی به ب الف است. این هست. حالا هیچ الف به نیست متناقضش نیستش، باید بشه است. هیچش هم باید بشه بعضی، سوره جزئیه. بعضی الف به است. متضاد سالبه کلی موجب کلی است دیگه، هر است، هر الف به است. متداخلش هم سالبه جزئیه میشه دیگه، میشه بعضی نیست، بعضی الف به نیست. و عکس مستویش هم خودش فقط جای موضوع معمول عوض میشه، هیچ به الف نیست. بعضی الف است متناقضش، خب سالبه جزئی است موجب کلی، استش بشه نیستش بشه است، بعضیش بشه هر، هر الف به است. بعضی الف به نیست متداخلش، باید ببین نیستش که میاد سر جای خودش، بعضیش باید بشه هیچ. الف به نیست یک سالبه جزئی، سالبه کلی میشه متداخلش. متداخل تحت تزدیش هم نمیگیم، دوست داریم. خب جملات زیر را با کلمات صادق و کاذب کامل کنید. دو قضیه متناقض همزمان صادق نیستن بچه ها، همزمان کاذب هم نیستن. دو قضیه متضاد همزمان چی؟ صادق نمیتونن باشن ولی میتونن همزمان، شاید همزمان کاذب باشن. و جیم هم جز آبی ستاره داره نمیگیم بچه، شما هم نخواهید چون بحث امتحانتونه، فقط واجبات رو میگیم، مستحبات رو نمیگیم. تمرین درس هفتم تمام. نماسه این کار زاده شدم من این بار، آماده شدم من واسه این کار ساخته.